سلام بر شما به برنامه این هفته ای ایران و جهان در هفته ای که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه نخست به بیانیه پنج فعال سیاسی و اجتماعی در بند میپردازیم که به مناسبت روز دهم ده دسامبر مصادف با سالگرد تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر شد از تلاش های محافظ کاران برای در اختیار گرفتن مجلس آینده میگوییم و نگاهی داریم به سخنان حسن روحانی در همایش جهان علیه خشونت و افرادگری که هفته گذشته در تهران برگزار شد. در پایان هم مطابق روال بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با مرور مهمترین تحولات هفته گذشته این کشور با ما همراه باشید. پنج فعال سیاسی و اجتماعی دربند بند بیانیه به مناسبت دهم دسامبر 66 امین سالگرد تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر کردند. عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، مهدی خدایی، کیوان سمیمی و سعید رضوی فقیه از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی دربند بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر کردند. این فعالان اجتماعی نوشتند متاسفانه به دلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تمرکز بخش اعظم قدرت به گونه ای نامتوازن در نهادهای غیر انتخابی و غیر پاسخگو همچنان روند رو به گسترش نقض حقوق بشر به نحوی است که چندان نمیتوان به ثبات همین دستاوردهای اندک امیدوار بود در این بیانیه از نقض ضوابط دادرسی عادلانه افزایش آمار صدور و اجرای احکام ناعادلانه و سنگین از جمله اعدام عدم اجرای بخشهایی از قانون مجازات اسلامی که منجر به آزادی شمار زیادی از زندانیان خواهد شد و نیز تأخیر در اجرای قانون آین دادرسی کیفری به عنوان موارد عمده نقض حقوق بشر یاد شده است که در حوزه امور قضایی کشور رخ میدهد در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به روند قانونگذاری در ایران نوشته شده است با تصویب قوانین گوناگون و بررسی طرحهایی از جمله طرح حمایت از آمران به معروف و ناحیان از منکر زمینه تشدید خشونت سازمانیافته و رسمی و محدود کردن آزادی های اجتماعی از سوی نهادهایی بعضا غیر مسئول و غیر قانونی مورد حمایت بخشهایی از حاکمیت فراهم می شود بر اساس این بیانیه عدم تصویب کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان و همچنین عدم تصویب برنامه های پیشنهادی حمایتی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان باعث گسترش نابرابری و تبعیض در میان زنان کشور شده است همچنین به گفته آنها با تصویب و اجرای برخی موادی از جمله قانون مجازات اسلامی از جمله مواد 220 286 و 291 مصوبه سال 1392 قضات با اندک بهانه ای می برای مخالفان سیاسی عقیدتی حکم اعدام صادر کنند در بیانیه فعالان سیاسی اجتماعی دربند اجرا نشدن بخشهایی از قانون اساسی به ویژه در فصل حقوق ملت به سبب تداوم نگاه امنیتی حاکم بر فضای سیاسی اجتماعی کشور تداوم حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز عدم توزیع مناسب و عادلانه ثروت و گسترش فقر ناامنی شغلی به ویژه در میان کارگران و کارمندان افزایش آمار ازدواج کودکان در ایران و مخالفت حکومت با قطنامه منع ازدواج کودکان افزایش خشونت و نبود ثبات در زمینه بهداشت و درمان به عنوان نمونههایی از معضلات اجتماعی مطرح شدند این پنج فعال سیاسی در ادامی این بیانیه نوشتند در چنین شرایطی است که ناباورانه با ادعای مسئولان زیرفت مبنی بر مناسب بودن وضعیت حقوق بشر در ایران و شفافیت در این زمینه مواجه میشویم و به رغم همین ادعا باز هم شاهد مخالفت با حضور گزارشگر ویژه منتقب سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای چهارمین سال پیاپی پی هستیم. عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، مهدی خدایی، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقی در انتهای بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از تداوم نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران و آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر آن بر جامعه ایران از مسئولان دولت خواستند در جهت شفاف سازی همه جانبه وضعیت و نیز در جهت تعامل با جامعه جهانی و عمل به تعهدات بین المللی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر اقدام مؤثر کنند. در همین حال روز دهم دسامبر 19 ده آذر برای دو کشور سوئد و نروژ یکی از مهمترین روزهای سال است برندگان جوایز نوبل مدال طلای مزین به تمثال آلفرد نوبل دیپلم افتخار و سند دریافت مبلغ جایزه را در سوئد و نروژ دریافت می‌کنند اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دهم ده دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید اعلامیه ای که هدف آن حفظ حقوق انسان در عرصه های مختلف از بدو تولدش بود طبق ماده یک این اعلامیه تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف قطنامه های شورای امنیت از ارزش اجرایی برخوردار نیست. در حالی که پیشتر هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و هم برخی مقامات سپاه گفته بودند در مذاکرات هسته‌ای جایی برای مذاکره درباره موشک‌های ایران وجود ندارد یک نماینده مجلس گفته است ایران پذیرفته درباره برنامه موشکی خود هم گفتگو کند بیشتر خبرگزاری رویترز از عقب نشینی ایران در مذاکرات خبر داده بود محمود نبویان نماینده مجلس میگوید شورای عالی امنیت ملی هم در جریان مذاکرات هسته ای نیست و تیم مذاکره کننده ایران پذیرفته درباره برنامه موشکی تن به مذاکره بدهد نبویان توافقنامه نامه ژنو را به ضرر ملت ایران ارزیابی کرده و گفته با امضای این توافقنامه جمهوری اسلامی بسیاری از منافع خود را از دست داده است. به افزوده مجلس شورای عالی امنیت ملی و بسیاری از نهادها در جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات هستهی قرار ندارند و دولت حسن روحانی هم حاضر نیست در این خصوص اطلاع رسانی کند. این عضو جبهه پایداری تمدید مذاکرات را به نفع ایران ندانسته و اضافه کرده که تهران در این مذاکرات به موفقیتی دست نیافته است. نبویان در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات مسقط اشاره کرده و گفته به خاطر نادیده گرفته شدن خطوط نظام در این مذاکرات محمد جواد ظریف ناراحت شده و جلسه را ترک کرده است. مقام های جمهوری اسلامی درباره مذاکرات مسقط به خوبی یاد نمی کنند و بارها گفتند که این مذاکرات برای ایران بسیار تلخ بوده است. رسانه های سپاه گزارش کردند که آمریکا در این مذاکرات هشت خواسته جدید مطرح کرده است. اظهارات نبویان در حالی است که پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه از وجود شش موضوع اختلافی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک درباره زمان و چگونگی لغو تحریم ها خبر داده و گفته بود که ایران در مذاکرات اتمی اخیر اجازه مطرح شدن دو موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران را نداده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین از کاهش اختلاف ایران و طرف غربی بر سر راکتور آبسنگین عراق خبر داد و گفته بود که تمدید مذاکرات از اختیارات تیم مذاکره کننده هسته ایران بوده است. وزیر خارجه ایران در جلسه غیرعلنی مجلس هم اخیرا حضور یافته و گفته بود که اگر طرف غربی به تعهدات خود عمل نکند، ایران هم به عقب بازگشته و قنیسازی 20 درصد را آغاز خواهد کرد. با این حال خبرگزاری رویترز چندی قبل در گزارش مفصلی از مذاکرات وین و مسقط خبر از عقب نشینی ایران داده بود. آقای ظریف سوم آذر و پس از تمدید هفت ماهه مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران تاکید کرده بود که هدف رسیدن به توافق سیاسی در کوتاهترین مدت تا چهار ماه ماه مارس است آقای ظریف تاکید کرده بود همچنین در مقابل هر حرکت زورگویانه و تحمیلی نه تنها مقاومت می کنیم بلکه آن حرکت را محکوم به شکست می دانیم. وزیر امور خارجه ای ایران همچنین درباره نقش کاترین اشتون در مذاکرات اتمی با ایران گفت این تصمیم را باید اتحادیه اروپا بگیرد ما خبرهای متفاوتی را در رابطه با نقشی که خانم اشتون و خانم مگرینی ایفا خواهند کرد شنیده ایم. بر اساس گزارش ها کاترین اشتون با وجود آنکه مقام خود به عنوان نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی را واگذار کرده است نقش کلیدی مشاوره ویژه نماینده جدید اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده گفتگوهای اتمی با تهران را همچنان بر عهده خواهد داشت فدریکا موگرینی نماینده ارشد تازه انتخاب شده اتحادیه اروپا در امور امنیتی و سیاست خارجی خانم اشتون را روز 14 آذر به عنوان مشاور ویژه خود در این زمینه انتخاب کرد. قرار است دور بعدی مذاکرات اتمی ایران با کشورهای گروه پنج به علاوه یک در ماه دسامبر، ماه جاری میلادی و در سطح و وزرای خارجه کشورها انجام شود. هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت در ایران با وجود تلاش هایی که شده مجلس دولتی به وجود نخواهد آمد. محافظه کاران منتقد دولت پیشتر برها نسبت به آنچه تلاش روحانی برای در اختیار گرفتن مجلس آینده می هشدار داده بودند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در همایش دانشجویی گفت با وجود تلاش هایی که شده مجلس دولتی به وجود نخواهد آمد. اظهارات آقای لاریجانی در حالی بیان می شود که محافظ کاران منتقد دولت پیشتر برها نسبت به آنچه تلاش روحانی برای در اختیار گرفتن مجلس آینده می نامند داده بودند. شماری از آنها همچنین برخی نمایندگان حاضر در مجلس فعلی که دیدگاه های نزدیک به دولت یازدهم دارند را وکیل و دوله می نامند. آقای لاریجانی در ادامه سخنان خود و در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان که به حادثه کوی دانشگاه اشاره کرد و پرسید نسبت تکلیف شما با ظلم و ستمی که به دانشجویان شده چیست گفت هر حکومتی ممکن است در خلال کار اجرایی خود مسائل و مشکلاتی داشته باشد اینکه وظیفه دوستان نصیحت است حرف درستی است حاکمان مستثنا نیستند اما در شرایط منطقه ایران تنها کشوری است که از دموکراسی پایدار و با ثبات برخوردار است و مشکل امنیتی ندارد البته همیشه مشکلاتی بوده اما باید تلقی ما از موضوعات صحیح باشد وی افزود اگر وضعیت منطقه را مشاهده کنید میبینید که در برخی کشورها وضعیت آشفته و فرار از دموکراسی وجود دارد اما ما کشوری هستیم که ساختار دموکراسی خود را حفظ کردیم و وضعیت اقتصادی را شکل دادیم آقای لاریجانی ادامه داد طبیعتا ممکن است در برخی موضوعات کاستی هایی وجود داشته باشد مثلا در مورد حادثه کوی دانشگاه دو بار این حادثه رخ داد و مجلس شورای اسلامی نیز هر دو بار به موضوع ورود کرد و گزارش آن را به قوه قضایی ارائه داد کار مجلس همین است چرا که قوا تفکیک شدند قوه قضایی به برخی موارد رسیدگی کرد اما ممکن است شما بگویید به همه موارد رسیدگی نکرد یا اشکال موجود است مگر ما در اقتصاد و سیاست اشکال نداریم لکن در کلان حرکت وظیفه سیانت از هویت ملی و اسلامی و حفظ مردم سالاری است حضور ولایت فقیه در سیانت از امور مهم است وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان که نظر وی را راجع به اینکه دانشگاه همیشه فضای آرام بودند اما عده همیشه دوست دارند فضای کف و سوت در دانشگاه ها ایجاد کنند و گاهی مجلس را تحقیر می کنند اما از طرف دیگر برای انتخابات مجلس برنامه ریزی می کنند گفت من خواهش می کنم آنقدر دلواپس نباشید و فکر کنید که دیگران هم مختصر عقلی دارند و فکر و مراقبت می کنند و عده هم در کشور به این دغدغه ها می اندیشند. و طوری نیست که در خلع تصمیم بگیرند پیش از این گزارش‌های تایید نشده این مبنی بر اینکه علی لاریجانی در زمینه انتخابات آینده همکاری‌های با دولت را آغاز کرده منتشر شده بود مخالفان میگویند آقای لاریجانی تصمیم دارد به واسطه تشکیل حزب رهروان ولایت موقعیت خود را در مجلس آینده تحکیم کند و هم به نیروهای همسو با دولت و محافظه کار معتدل برای ورود به مجلس کمک کند. در همین راستا معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات با اشاره به بحث وضعیت اصلاح طلبان و آمادگی آنها برای ورود به انتخابات مجلس گفت اصلاح طلبان موضوع انتخابات را به عنوان یکی از مهمترین سازوکارهای تغییر و تحولات سازنده در کشور برای پیشبرد اهداف و برنامه های تحول ساز تلقی می کند. مرتزا مبلغ در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت در این میان شخصیت های کلیدی کشور از جمله آقایان هاشمی، خاتمی و سایر بزرگان حتما در انتخابات آتی به خاطر تحقق اهداف مردمی وحدت نظر خواهند داشت و همچون انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در این انتخابات نیز در حد توان مردم را برای رسیدن به اهداف سازنده و برحق خود یاری می کنند. به گفت در فرایند ایجاد وحدت و اجماع میان اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو آقای خاتمی به عنوان محور اصلی مورد اقبال همه اصلاح طلبان است و این محوریت در فرایند انتخابات مورد تایید سایر بزرگان نیز خواهد بود انتخابات آتی مجلس ایران که با نظارت شورای نگهبان انجام می شود اواخر سال آتی برگزار می شود و از همکنون تیفای نزدیک به حکومت تلاش برای ورود به مجلس را آغاز کردند. زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر خواستار مجازات همه عاملان شکنجه از سوی سازمان سیا شد در همین حال رئیس جمهوری پیشین لهستان نیز برای اولین بار پذیرفت که سیا در خاک کشورش ساختمان بازجویی امنیتی داشته مارین لوپن رهبر راستگرایان افراطی جبهه ملی فرانسه اعلام کرد شکنجه در برخی موردها ضروری است زید رعت حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به انتشار گزارش شکنجه های مخوف سازمان سیا در آمریکا خواستار مجازات عاملان این شکنجه ها شد. به تاکید کرد نباید عاملان این شکنجه ها از مجازات مسون بمانند. در بیانیه که دفتر این مقام مسئول در سازمان ملل متحد منتشر کرد آمده است، همه کسانی که دستی در این شکنجه ها داشتند چه عاملان شکنجه و چه سیاستمداران و قانونگذاران و رؤسایی که چنین اجازه ای صادر کردند باید محاکمه شوند انتشار گزارش مفصل کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره استفاده گسترده سازمان سیا از انواع روش‌های شکنجه علیه زندانیان بعد از 11 سپتامبر 2001 شوک و واکنش بسیاری به دنبال داشت. ابعاد این گزارش تکان دهنده می‌تواند دومنگیر برخی از سیاستمداران و مسئولان نه تنها در خاک آمریکا که در کشورهای متحد آمریکا شود و ادعی را به محاکمه بکشاند. در همین حال الکساندر کوواسنیوسکی رئیس جمهور پیشین لهستان برای اولین بار اعتراف کرد که او در دوران زمامداری خود به سازمان سیا اجازه داده بود تا یک مرکز بازجویی در خاک لهستان راه کند. کوباسن یوسکی که از سال 1995 تا 2005 رئیس جمهور لهستان بود روز گذشته به پارلمان این کشور فراخوانده شد تا به پرسش ها درباره این گزارش پاسخ دهد گزارش اسامی کشورهایی را که سازمان سیا در آنجا نیز دست به شکنجه زده به شکل علنی اعلام نکرده است با این حال نشانه هایی که درباره برخی از این کشورها داده شفاف و دقیق است از روز سهشنبه 9 دسام که گزارش منتشر شد مشخص بود که لهستان یکی از این کشورهاست کوواسنیوسکی برای اولین بار حاضر شد بپذیرد و به شکل علنی اعلام کند که سیا چنین محل بازجویی در خاک کشورش داشته است با این حال او مدعی شد که هرگز نمیدانست ماموران سیا دست به شکنجه متهمان میزنند او تاکید کرد که مطلقا خبر نداشته که در داخل این ساختمان چه میگذرد کوواسا نیوسکی گفت که همان زمان او از مقامات آمریکایی خواست که سندی را امضا کرده و متعهد شوند که این ساختمان تحت نظارت سیا بر اساس قوانین لهستان و موازین حقوق بشر اداره خواهد شد رئیس جمهور پیشین لهستان برای اولین بار اعتراف کرد که مقامات آمریکایی حاضر نشدند این سند را امضا کنند. از سوی دیگر و در حالی که انتشار گزارش کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا واکنش های بسیاری را برانگیخته است، خانم ماریان لوپن، سیاستمدار افراطی راستگرای فرانسه و رهبر جبهه ملی این کشور سعی کرد با استفاده از نظرگاه های انسان دوستانه شکنجه را موجه نشان دهد. او گفت من این اقدامات را محکوم نمی کنم. ماریان لوپن در این باره مثالی زد. بگذارید به شما بگویم. تیک تاک تیک تاک در نمونه بمبی را در نظر بگیرید که باید یک یا دو ساعت دیگر منفجر شود و در صورت انفجار دویست یا سیصد نفر غیر نظامی کشته می شوند. در چنین شرایطی ضروری است که فردی که اطلاعاتی درباره آن دارد به حرف بیاید ماریان لوپن که در گفتگو با شبکه رادیویی مونت کارلو فرانسه گفت در چنین شرایطی باید از هر روشی که امکان پذیر باشد استفاده کرد در همین راستا سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گوید گزارش سنای آمریکا درباره شیوه های خشن و شکنجه متهمان تروریستی اعتبار اخلاقی ایالات متحده در جهان را خدشهدار کرده است جاش ارنست گفت حتی اگر چنانچه مقامات CIA گفتند این شیوه ها به اطلاعات مفیدی هم منجر شده باشد باز نباید به کار گرفته می شدند چرا که تصویر آمریکا را مخدوش کرده است. انتشار گزارش سنای آمریکا درباره کاربرد شکنجه در بازجویی های سازمان مخفی سیا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با واکنش شدید بسیاری از سازمان های مدافع حقوق بشر همراه شده است. این سازمان ها خواستار اجرای عدالت در مورد عاملان این جنایات هستند. رئیس جمهوری ایران معتقد است برای مقابله با گروه تروریستی دولت اسلامی باید اتلافی منطقه ای تشکیل شود. او چنین ائتلافی را موثرتر از ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا دانست و پیشنهادهایی برای مبارزه فوری با تروریسم مطرح کرد. همزمان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از کنگره خواست تا دست رئیس جمهور را در مبارزه با دولت اسلامی باز بگذارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سهشنبه هجدهم آذر در همایش جهان علیه خشونت و افراطگری پیشنهادهایی برای مقابله با تروریسم از جمله شبکه دولت اسلامی مطرح کرد آقای روحانی از کشورهای منطقه خواست با همفکری و هماهنگی و ایجاد اعتلاف خاورمیانه را به سوی صلح و امنیت سوق دهند آقای روحانی افزود طبیعی است که دولت های این منطقه به مراتب علاق منتر و دلسوزتر در پی آرامش و مبارزه با خشونت هستند و هیچ ضرورتی دیده نمی شود که بازیگران فرامنطقه ای که منافع خاص خود را دنبال می کنند سرنوشت مردم این منطقه را رقم بزنند. آقای روحانی همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران در دولت تدبیر و امید بر مسئولیت خود بر ثبات آرامش و مبارزه با خشونت تاکید کرده است و در عموم مجامع منطقی و بین المللی خواستار همکاری دولت ها برای ریشکن کردن خشونت ها شده است. در همایش جهان علیه خشونت که با حضور وزرای خارجه عراق و سوریه برگزار شد، رئیس جمهوری ایران پیشنهادهایی برای مبارزه فوری با تروریسم در جهان ارائه کرد. نخستین پیشنهاد حسن روحانی اعلام برایت کشورهایی بود که به گفته او با سازماندهی و تأمین مالی به شکل گرفتن تروریسم کمک کردند. او از این کشورها خواست کمکهای مالی مستقیم و غیر مستقیم خود به تروریست را قطع کنند و با کمک های مالی، اطلاعاتی و نظامی به کشورهای قربانی از جمله سوریه و عراق کمک کنند. این سخنان در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان از حکومت بشار در سوریه حمایت میکند رژیمی که از سال 2011 میلادی سرکوب خونبار قیام مردم سوریه را ادامه داده است در حالی که ایران از معدود حامیان حکومت بشار در جهان و خاورمیانه به شمار میرود قدرت های منطقی مانند ترکیه، قطر و عربستان سعودی از مخالفان بشار اسد حمایت می کنند. قطر از جمله حامیان مالی مخالفان بشار اسد به شمار می روید. در مقابل ایران به حکومت بشار اسد مشاوره نظامی می نیروهای سپاه پاسداران همچنین در عراق حضور دارند. ترکیه و عربستان خواستار توقف حمایت جمهوری اسلامی از بشار اسد و همکاری با کشورهای منطقه برای مقابله با دولت اسلامی شدند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان پیشتر تاکید کرده بود تهران سرانجام باید بپذیرد دولت اسلامی یا گروه های تروریستی نظیر آن نه تنها خطری برای کشورهای سنی مسلک بلکه در نهایت تهدیدی برای ایران هم محسوب می شوند. سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همزمان از کنگره درخواست کرده در نبرد مهمی که با تروریست های دولت اسلامی در جریان است مجوزهای لازم برای بهرهگیری از نیروی نظامی علیه آنها را در هر جای دنیا برای دست کم سه سال صادر کند. وی از کنگره خواسته که برای اعزام نیروهای نظامی که ممکن است در صورت نیاز در میدانهای نبرد با تروریست های دولت اسلامی مستقر شوند محدودیتی قائل نشوند او در توضیح مطالبات دولت آمریکا از کنگره گفت به اعتقاد ما این اشتباه است که این پیام را برای دولت اسلامی بفرستیم که مکانهای امنی برای آنها در نقاط خارج از عراق و سوریه میتواند وجود داشته باشد. خلاصه کلام جانکری این است که کنگره نباید به صورت پیشگیرانه دست فرمانده کل قوا را در چنین میدان نبرد پر اهمیتی ببندد سکاندار سیاست خارجی آمریکا بار دیگر تاکید کرد رئیس جمهور اوباما تا کنون بارها با قاطعیت و شفافیت اعلام کرده که بهرهگیری از نیروی نظامی اجرای عملیات زمینی علیه دولت اسلامی را در بر نخواهد گرفت و تحقق این امر مهم بر عهده نیروهای محلی خواهد بود آقای کری همچنین هشدار داد اگرچه ائتلاف تحت رهبری آمریکا آسیب جدی به دولت اسلامی وارد کرده اجرای 1050 حمله هوایی در عراق و سوریه برای نابودی شبکه شبه نظامیان میتواند سالها به طول بیانجامد. او گفت دولت از طرح پیشنهادی سناتور رابرت منندز برای اعطای توانایی های لازم به دولت برای جنگ به مدت سه سال استقبال می کند تا از این طریق مجوز صادر شده برای دولت اوباما نامحدود هم نباشد. مشمولانی که بیش از هشت سال غیبت داشتند می توانند با پرداخت جریمه از انجام خدمت سربازی معاف شوند. مبلغ جریمه بین 20 تا 50 میلیون تومان تعیین و درآمد حاصل از این جریمه ها در لایحه بودجه سال 94 منظور شده است. سردار موسا کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از ارائه طرح جدیدی برای مشمولان قائب در سال 94 خبر داد و گفت مشمولانی که بیش از هشت سال غیبت در معرفی خود به سازمان نظام وظیفه داشتند با پرداخت جریمه می توانند در سال 94 از معافیت سربازی برخوردار شوند مشمولان قایبی هم که قصد پرداخت جریمه ندارند فرصت دارند تا 22 بهمن 93 خود را به حوزه نظام وظیفه معرفی و به خدمت اعزام شوند در این صورت شش ماه اضافه خدمت آنان بخشیده می شود و به مراجع قضایی هم معرفی نخواهند شد. به گفته آقای کمالی بر اساس لایحه بودجه سال 94 مشمولانی که بیش از 8 سال قائب و سن آنان حداقل 27 سال و حد اکثر 50 سال است می توانند با پرداخت جریمه 20 تا 50 میلیون تومانی کارت پایان خدمت دریافت کنند. به در رابطه با میزان جریمه مشمولان قائب گفت میزان جریمه بر اساس حضور مشمول در داخل یا خارج از کشور مدرک تحصیلی و مدت غیبت او تعیین می شود. همچنین مبلغ جریمه و نحوه اجرای این طرح بر اساس آین خواهد بود که از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می رسد. به گفته آقای کمالی در حال حاضر بین یک تا یک میلیون نفر مشمول قائب وجود دارد و این عده باید در مدت زمان باقی مانده از سال جاری وضعیت خدمت سربازی خود را مشخص کنند. وی تصریح کرد مشمولانی که از فرصت فراهم شده استفاده نکنند بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومی از سال 94 محرومیت های اجتماعی و دستگیری در مورد آنان اعمال می شود. همچنین مؤسسات و اداراتی که این مشمولان را به کار بگیرند با جریمه مواجه خواهند شد. به گفته او دستگاه دولتی خصوصی خبرگزاری ها رسانه ها در صورت بکارگیری این عده از مشمولان باید برای بار اول هزینه یک سرباز در سال و برای بار دوم بالاتر از هزینه سه سرباز را پرداخت کنند. هزینه سالانه یک سرباز سه میلیون تومان از سوی این سازمان برآورد شده است. در همین حال اقامت در خارج از کشور، مشکلات خانوادگی، گرفتاری شغلی و سن بالا دلایل اصلی غیبت مشمولان از سوی ستاد کل نیروهای مسلح عنوان شده است. این ستاد تصمیم دارد تا تکلیف خدمت این افراد را هرچه سریعتر روشن کند. به گفته آقای کمالی مدت خدمت سربازی از سال 94 به 24 ماه افزایش خواهد یافت. او گفته است تا کنون تصیلات خوبی برای مشمولان قایب در نظر گرفته شده است اما از سال 94 طرح برخورد با مشمولان قایب در دستور کار قرار می گیرد. آقای کمالی از مشمولان قایب خواسته است که سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سربازی خود اقدام کنند و آن دسته از مشمولانی که سالهای قیمتشان کمتر از 8 سال است به امید تمدید قانون جریمه مشمولان قایب در سالهای آتی نباشند. این مقررات تنها تا پایان سال 94 اجرا خواهد شد و فعلا تصمیمی به تمدید آن گرفته نشده است. از سوی دیگر طرح برخورد با مشمولان قائب نیز در سال 94 اجرایی خواهد شد و ممکن است در این شرایط دستگیر شوند. جانشین اداری منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره اینکه آیا فوتبالیست هایی که کارت های معافیت و پایان خدمت جلیشان باطل شده نیست امکان استفاده از این شرایط را دارند گفت این افراد جرمی را انجام دادند و پرونده آنها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است اگر مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی کند و در این باره حکم بدهد که آنان می توانند از این شرایط استفاده کنند فوتبالیستان در صورت دارا بودن شرایط می توانند با پرداخت جرایم کارت معافیت دریافت کنند به گفته او طی سالهای 78 تا 79 که برای نخستین بار طرح فروش خدمت سربازی اجرا شد تنها 360 هزار نفر از خرید سربازی استفاده کردند خدمت سربازی برای مردان در ایران اجباری است این در حالی است که بسیاری از کشورهای همسایه ایران همچون عراق، افغانستان، پاکستان، عربستان، امارات متحده عربی و بحرین خدمت سربازی اجباری را لغو کردند. در ایالات متحده آمریکا نیز خدمت سربازی اختیاری است همچنین در آلمان از ژوئیه 2011 خدمت نظام اجباری برای دوره صلح لغو شده است در پایان این برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد سفرهای پی, در پی مقامات اروپایی و اتحادیه اروپا به ترکیه در این روزها به دو دلیل هست نخست نگرانی اروپا از نزدیکی روسیه با ترکیه و دوم بحران داشت از سفر این هفته خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گرفته تا سفر دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا و نهایتا سفر متورنزی نخست وزیر جوان ایتالیا به ترکیه همگی نشان از اهمیت این دو موضوع داره همان نزدیکی روسیه با ترکیه و عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی حتی پس از دو هفته که از این رویداد میگذره محل بحث و گفتگو در رسانهای داخلی و خارجی هستش از جمله روزنامه یعنی شفق در گزارشی با عنوان فوراً تحریم‌ها رو آغاز کردن نوشته نزدیکی بین روسیه و ترکیه منجر به نگرانی تادی اروپا شده هیئت اروپایی که به منظور انجام مذاکرات در خصوص داعش به ترکیه سفر کرده بود دولت آنکارا را دعوت به همکاری علیه روسیه کرده این روزامه ادامه میده این در حالی است که منابع دیپلماتیک ترکیه که خواهان گسترش روابط خود با روسیه هستند اعلام کردند کسی نباید انتظار داشته باشه که اتحادیه اروپا که 50 سال است عضویت ترکیه در این اتحادیه رو به تاخیر انداخته در روابط خود با روسیه و منافع خود فداکاری بکنه روزنامه استار هم در خبری با تیتر دیدگاه های گازپروم در مورد ترکیه این هفته نوشته بود شرکت گازپروم روسی از این پس به طور مستقیم با مشتری در ارتباط نخواهد بود بر اساس این خبر برای انتقال گاز از مرز ترکیه و یونان شیر فلکه گاز اروپا به ترکیه هدیه داده شده الکسی میلر رئیس شرکت گاز پروم روسیه در مورد گاز روسیه که از طریق ترکیه به اروپا انتقال پیدا خواهد کرد گفته که ترکیه میتونه از این فرصت در دیالوگ با ایتالیا اروپا استفاده بکنه و روی میبینیم که شراکت استراتژیک ترکیه با روسیه این روسا به یک کارت بازی برای ترکیه تبدیل شده از آن سو اتحادیه اروپا برای تضعیف روسیه در مورد بحران اوکراین تمایل داره ترکیه رو بیش از گذشته به سمت خودش جذب بکنه حالا باید دید نگرانی اتحادیه اروپا از نزدیکی ترکیه و روسیه تا چه اندازه میتونه به یک فرصت برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه تبدیل بشه همینطور پایگاه خبری اکتیو خبر هم این هفته از قول تانر ایلیز وزیر اقتصاد و انرژی ترکیه نوشته بود که ترکیه ملزم به انتخاب میان روسیه و ایتالیا اروپا نیست تانر ایلیز گفته روسیه برای ما بیش از یک کشور همسایه اهمیت داره او در مورد این خط لوله جدید گازی گفته فعالیت های فنی مربوط به عبور خط لوله جدید از ترکیه به جای بلغارستان از این هفته آغاز شده او گفته این پروژه تنها یک پروژه ترانزیت نخواهد بود به گفته ایلیز این پروژه در سال 2019 یا 2020 راه اندازی خواهد شد. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می در وبسایت ما به آدرس ایران فردا لایف.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com سلش ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا درودی دیگر بدرود